هفته بانکداران. پس از واکنش‌های اولیه به دادهای اشتغال مختلط روز جمعه در ایالات متحده، فعالان بازار سرانجام متوجه شدند که بازار کار همچنان قویه که باعث سقوط شدید در آخرین ساعات معاملاتی شد. در ادامه این ماه نگاه‌ها به واکنش‌ها و سیاست‌های بانک‌های مرکزی خواهد بود که با جلسات RBA، BOC و ECB در اواخر این هفته آغاز می‌شود. علاوه بر تصمیمات بانک‌های مرکزی و سایر دادهای اقتصادی، در هفته پیش رو فراموش نکنید که اخبار مربوط به قرنطینه‌های بیشتر در چین رو هم دنبال کنید. بیایید مهم‌ترین رویدادها و اخبار هفته پیش رو با من اهورا و اکسی مارکت مرور کنیم. شماره 1، نشست اوپک. نشست کمیته نظارت وزیران اوپک با حضور نمایندگان 13 عضو اوپک و 11 تولید کننده بزرگ دیگه نفت در روز دوشنبه برگزار میشه. در حالی که ما منتظر هیچ تصمیمی در این نشست نیستیم، اما تحلیل اونها از شرایط بازار نفت به ما کمک میکنه که بیاد بگیریم و ببینیم که چه انتظاراتی رو از نشست وزیران اوپک باید داشته باشیم. اخبار مربوط به قرنطینه‌های جدید در چین و شرایط ضعیف‌تر اقتصاد جهانی در حال حاضر باعث کاهش نسبی قیمت نفت شده. شماره 2، تصمیم‌گیری نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا. بعد از افزایش 50 واحدی نرخ بهره در ماه آگوست، انتظار میره که استرالیا دور بعدی افزایش نرخ‌های بهره بانک‌های مرکزی رو با 50 واحد پایه دیگر در ساعات ابتدایی روز سه‌شنبه شروع کنه. همچنین میتونیم این انتظار رو داشته باشیم که RBA سایر حمایت‌های پولی تسهیلی خودش رو کاهش بده و نرخ‌های بهره رو فقط 25 واحد پایه افزایش بده. با این حال، هر دوی این تصمیمات مورد انتظار منجر به افزایش موقتی دلار استرالیا و کاهش بیشتر بازارهای سهام خواهند شد. افزایش سریع نرخ بهره شوک خوبی برای بازارهای سهام نخواهد بود. شماره 3، شاخص ISM ایالات متحده. هفته گذشته داده‌های ISM بخش تولیدی رو داشتیم. تعداد سفارش‌ها و رقم استخدام هر دو در محدوده توسعه بهتر از انتظارات بودن. این هفته باید داده‌های بخش خدمات رو بررسی کنیم. از اونجایی که افراد زیادی در ماه آگوست در سفر بودن و قیمت بنزین هم کاهش پیدا کرده بود، انتظار داریم که شاهد رشد خوبی در این بخش در ماه آگوست باشیم. اعداد و ارقام مورد انتظار رو به رشد میتونه انتظارات رو از فدرال رزرو برای افزایش سیاست‌های تهاجمی‌تر و فشارها بر بازارهای سهام افزایش بده. شماره 4، جلسه بانک مرکزی کانادا. در حالی که انتظار میره بعد از نشست ماه سپتامبر شاید یک بانک مرکزی کمتر سختگیر در کانادا باشیم، در این جلسه همچنان انتظار میره که بانک مرکزی کانادا به عنوان یکی از انقباضی ترین بانک ها در میان 10 اقتصاد برتر دنیا با افزایش 75 واحدی نرخ بهره به 3.25% و بعد از 100 واحد افزایش نرخ بهره که در ماه جولای مشاهده شده بود شناخته بشه. با وجود کاهش تورم در ماه‌های اخیر، این سطح تورم همچنان بسیار بالاست و احتمالاً برای مدتی طولانی‌تر هم بالا باقی خواهد ماند. این سیاست مورد انتظار باید دلار کانادا رو در برابر رقبای اون تا حدی تقویت کنه. شماره 5، جلسه بانک مرکزی اروپا. برخلاف کانادا و استرالیا، تورم منطقه یورو تا رسیدن به اوج فاصله داره. به همین دلیل بین برخی از اعضای شورای مرکزی بانک مرکزی اروپا بین افزایش 50 و 75 واحدی در نرخ بهره اختلاف نظرهای قابل توجهی وجود داره. برآورده کلی افزایش 50 واحد پایه یه. چرا؟ چون خطر افزایش بیکاری با افزایش سریعتر نرخ‌های بهره باعث ایجاد تردیدهایی در بین سیاستگذاران پولی بانک مرکزی اروپا شده. در هر صورت بانک مرکزی اروپا هنوز به اندازه سایر بانک‌های مرکزی انقباضی نیست. در حالی که وضعیت اقتصادی هم در اروپا ناامید کننده است، انتظار نمیره که این تصمیم‌ها کمک زیادی به یورو در برابر رقبای اروپا کنه. سپاس از اینکه تا انتها همراه ما بودید و امیدوارم که هفته پیش رو هفته باشه سرشار از موفقیت برای همه شما هستیم.